و صبح اذا تنفس ای نور سلام، معنای قشنگ وتر موتور سلام، ای آیه تطهیر دلم مهدی جان، قربان نگاه پاکت از دور سلام، السلام علیک یا ابا صالح المهدی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر. و ما این سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین برنامه به وقت بیداری، در خدمت شما عزیزان هستیم با پخش زنده و در حضور سرور معززمان هستیم، حجت الاسلام المسلمین حاج آقای رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید. درود خداوند بر شما. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی، سلام و درود خداوند بر شما، موفق و پیروز در هر جایی که هستین، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید و امیدوار هستم که این مباحث و گفتگوها برای دو طرف ما انشاءالله مفید بوده باشد. انشاءالله. خدمت رسید. خوب هستید استاد؟ الحمدلله. خیلی خوش آمدین. سلامت باشید. و ما هم خوشیم که در خدمت شما هستیم. ما بیشتر خوشحالیم. و قطعا هستن عزیزانی که سوالاشون را رایی کردن و منتظر شنیدن پاسخ هستن. در خدمت رسید. خب اولین سوالی که امشب از محضرتون پرسان میکنیم، بیننده محترم ما به نمبر مثبت 93-77 4 نمبر آخر 7041 استادشان سوال کردن که ما در روایات داریم که انسانهای عذب و مجرد خیلی مورد سرزنش واقع شدن، آیا چنین مطالبی صحت داره؟ یعنی خدمت جناب سیدی عزیز و بیننده گرامی که ممکنه ما را ببینه و صدای ما را بشنوید، عرض کنیم که بله، ما در روایات نسبت به عذاب، یعنی کسایی که مجرد هستن، که تعبیر عربی است، البته خب مجرد هم تعبیر عربی است، ولی ما فعلا برای کسایی که زن ندارن و از اون طرف خانوما و دخترایی که شوهر ندارن، خب تعبیر مجرده به کار میبریم. بله، روایات در این زمینه بسیار غلیظه، خیلی غلیظه، یعنی شدت بسیار زیادی داره. بله، بعد حتی نماز انسان مجرد با نماز انسان معیل و متأهل مقایسه کرده، عبادتش مقایسه کرده که چندین برابر است مثلا عبادت انسانی که معیل میشه، به اصطلاح خانه‌دار میشه، و حتی کسایی که خانه‌دار میشن نصف یا یک سوم یا دو سوم ایمان خودشان بیمه میکنن نسبت به یک سوم یا کمتر یا بیشتر دیگهش باز باید توجه داشته باشن. بله، تمام اینا روایات وارد شده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، از ائمه معصومین و از صحابه گرامی، از صحابه پیامبر گرامی اسلام روایت داریم. این که خدای تبارک و تعالی مجرد و عذب را مورد سرزنش و نکوهش قرار میدم، این نیست که مثلا سیالداری داشته باشه بدش بیاید از یک انسان عذب. علتش چیه جناب سیدی بزرگوار؟ که وقتی انسان مجرد هست هیچ تعهدی نداره، هر وقت دلش بخواد میآید، هر وقت دلش بخواد میره، هر کار دلش بخواد انجام مسئولیت میده. نداره، مسئولیت هم چنان هیچی نداره، قعده این میکنه، رفیق بازی میکنه. نمیگیم که انسانای متعهد رفیق باز و اهل قعده نیست، ولی خب قطعا این قضیه چی میشه؟ کمتر میشه. همچنان هستن کسای مجردهایی که بله، از مسئولیت هم دارن. بله، تعهد از اون طرف هم کلیت بله نداره، ولی بیشتر تقریبا همین رقم است که انسانهای مجرد آزادتر و رهاتر است. و جامعه رو لازم داره که در اون انسان چی باشه؟ متعهد باشه. حالا پس بنابراین وقتی که، و ایرم من خدمت شما عرض کنم که ای که بسیار توبیق شده اون مجردهایی هستن که توانایی از یک از تجرد برای و معیل شوند و متأهل شوند، این توانایی را دارن. شرایط چه دارن؟ اما شرایط چه دارن؟ اما این کار را انجام نمیتن، چی دختر باشه چی پسر باشه، نمیخواین زیر بار مسئولیت. بله، نمیخواین زیر بار مسئولیت بره. اما او بنده خدای کسی که یعنی توانایی که متأهل شوه و از تجرد درآیه، او توانایی را نداره، خب قطعا این ذم شامل حال از او نمیشود. و اتفاقا کسی که مجرد میمانه و میتونه از حالت تجرد در بیایه اما در نمیایه، خب این قطعا به سنت و روش پیامبر گرامی اسلام عمل نکرده. و وقتی که به سنت و روش پیامبر گرامی اسلام عمل نکرده باشه، خب النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، از من نیست. و اگر کسی به اصطلاح بگه من فقیر هستم، نادار هستم و نمیتونم ازدواج کنم، این باز خب خدای تبارک و تعالی قبلا به ما وعده داده و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم،
ایکونو فقراء یغنهم الله من فضله. من فضل. گفته اگر اونا فقیر باشن خداوند از فضل و مرحمت خودش اونا را بی‌نیاز میکنه، منتها یک حرکتی از جانب ما لازم هست. پس بنابراین عذاب به ما هو عذاب و مجردی که میتونه از حالت تجرد دایره، اما سرسختی میکنه و نسبت به این قضیه زیر بار به تعبیر نمیره که باری نیست در اعصال این بله مورد مذمت و نکوهش واقع شده و راه فراری از این مذمت و نکوهش است که متأهل شوند. و گفت از تو حرکت از خدا برکت برکت صد برای او از دست از عزیزانی که شاید این مفکوره را دارن. خب یکان وقتی دیده میشه از یکی پرسان میکنه که خود چرا میگه به اصطلاح سین خود رو بالا نمیزنه یا آماده نمیشه یک شرایط مایه کنیم، میگه که او ما در خرج خودمان ماندیم، یکی دیگر ما بیایم چرا کم خرجش بدیم. قطعا اینا با وعده خدای تبارک و تعالی که داده و وعده که پیامبر گرامی اسلام داده و ائمه معصومین داده و ای که در جامعه میبینیم طرف مجرد بوده یک لاقبا، بله بله آسمان جل بوده به تعبیری، ولی تشکیل خانواده که داده برکت خدای تبارک و تعالی از هر طرف شامل حال شده. سال اول ممکنه یک موتورسیکل خریده باشه، سال دوم یک موتور خریده باشه، 4-5 خانه خریده باشه و ما میبینیم، شما دیدین، بینندگان عزیزم در اطراف و اکناف خودشان ببینم دیگه ما یک مقایسه کنن که مجردها و متأهلها را بله. که چه شرایطی دارن. بسیار عالی. مثبت 92 316 66 88 بیننده عزیزمان و هموطنمان از کشور پاکستان سوال کردن که من زنی بدون سرپرست هستم که 3 کودک صغیر هم دارم، آیا خمس و زکات بر من واجب است یا نه؟ خب زکات که قطعا 9 مورد یا 10 مورد داره که این خانم هیچ کدام از اونا رو نداره، بنابراین زکات که قطعا برای خانم واجب نیست. و اما میمونه خمس، خمس یعنی 1/5، یعنی از 5 قسمت 1 قسمت. و زمان خمس بگردن انسان واجب میشه که صاحب درآمد باشه طرف و از او درآمدی که شروع به درآمد کرد، یعنی در یک جای استخدام شد در یک شرکتی یا در یک اداره، اولین حقوقی را که گرفت یا اولین معاشی را که گرفت اون از اون سر سال از چی میشه حساب میشه تا سال دیگه. اگر در این وسط خورد و آشامید و مصرف کرد و هر کار دیگه کرد باز پول اضافه مان اونمون جی باید خرج مصرفش که اضافه شده هر چی اضافه شده 1/5 زر خمس بده. اما این مادری که مثل این مادر است که صغیرم داره بعید به نظر میرسه که اصلا درآمدی این گونه داشته باشه و بعد پسنداز شده و سر سال از این بگذره، که اگر واقعا سر سال میگذره و چیزی میمانه ولو کم باشه خیلی اندک باشه خمسش واجبه، ولی اگر چیزی نمیمانه سر سال لازم نیست و خمسی هم لازم نیست. برای شروع کردن سر سال یک وقت را که تعیین میکنن امو دمو وقت یک سعی کنه که ببینه که چه بله وضعیت بله. پس یک سر سالی میتونه برای خودشان تعیین کنه که بعد از گذشتن یک سال، حالا فرق هم نمیکنه سال شمسی باشه سال چی باشه، قمری باشه، بعدش نگاه کنه اگر آهی در بساط بود چیزی پسنداز شده بود گفتیم ولو خیلی مقدار کمی هم باشه 1/5 شه با عنوان خمس به تمام، اگر چیزی پسنداز نشود و هنوز دیدیم بعضی وقتا قرضبار هم میمونن بر اساس فامیل، خب دیگه چیزی واجب نیست. بسیار عالی. مثبت 93-77-89-54 بیننده محترم ما سوال کردن در مورد حدیث شریف کسا، معلومات خواستن در مورد این حدیث شریف و گفتن که این همه ثوابی که برای این حدیث نوشته شده آیا واقعیت دارد یا نه. و سوالشان یک بچه دیگه هم داره که آیا حضرت زینب سلام الله علیها هم در این جریان حاضر بودن یا نه. نسبت به حدیث کسا اگر ما بررسی کنیم، یعنی شیعه و سنی حدیث روایت کرده، تقریبا برخی ها میگن که این حدیث متواتره، یعنی خبر واحد داریم، خبر مستفیض داریم و خبر متواتر، یعنی خبر متواتر خبری است که دیگه امکان دروغ بودنش اصلا امکان نداره که خبر چی باشه دروغ باشه. پس بنابراین حدیث شریف کسا از طرف شیعه و سنی و در کتاب‌های مختلف نقل شده است، پس اختصاص به اهل تشیع نداره، اهل سنت هم این قضیه را روایت کردن. بله. و اما پس اصل حدیث بوده و اتفاق افتاده که زمانی، حالا در این که اختلاف است در کجا بوده در چه تایمی بوده در یک مقدار چیه اختلاف است، ولی اصل این داستان هست که یک روز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خودشان وجود ناظم امیرالمومنین علی علیه السلام، صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه و حسنین، یعنی امام حسن و امام حسین را جمع کردن زیر یک عبا یا ردا و گفتن که اللهم ان هذا
اللهم ان هؤلاء اهل بیت، خدا اینا اهل بیت من هستن، خاص من هستن، و از اینها شما پلیدی و رجس را دور کن، که آیه تطهیر نازل میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، تا آخرش که آیه 33 و سوره 33 احزاب است، سومین سوره که سوره احزاب است نازل میشه. پس اصل این داستان بوده و اتفاق افتاده و شیعه و سنی در کتابهای تاریخ و کتابهای تفسیری نقل کردن، و خب قطعا خب ثواب هم داره، هیچ مشکلی نداره، خدای تبارک و تعالی میتونه شما این جریان را نقل کنی، لذت ببره انسان، چون فضیلت اهل بیت سلام الله صلوات الله علیهم هست و لذت ببره، و قطعا خدای تبارک و تعالی میتونه هر اندازی هم که ثواب ما بخوایم به ما عنایت کنه. اما داستان سر عزیز که فعلا یک حدیث کسایی در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی هست، بس سر زمیه میگن ای خود شیخ عباس قمی این نوشته نکرده، و بعد از شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان ایشان ثبت شده و در هیچ منبع قدیمی غیر از منبع تریحی که سال 1085 جای دیگه دیده نشده، خود ازی بلی. پس اصلش بوده، ثوابم داره، میتونه ثواب داشته باشه، ولی به این کیفیت در کتاب‌های قدیمی روایت نشده است. بسیار استاد، ما حرف شما قطع میکنیم خشم. که در زمان بعدی باز همین سوال چون قسمت دیگهش مانده باش. ما به اتفاق شما و بینندگان سر میزن به اتاق فرمان، و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده. مهمان لحظات شما خوبان هستیم در خدمت سرور عزیزمان حجت الاسلام حجای رسولی. صد قسمت اول خب پرداختیم بیننده محترمان در قسمت گذشته، و بله بله در مورد حدیث، بله در مورد حدیث کساب. پس ما گفتیم این حدیث کساب به این کیفیت در منابع متقدم نیامده است. اولین منبعی که در او ذکر شده در سال به اصطلاح 1085 مال تریحی نامیه، که بعدا در کتاب‌های دیگه ای آمده و نقل شده تا به ما رسیده است. در حتی در همون جایی که ما بگیم به این کیفیت داستان نیامده، یعنی داستان به این کیفیت نبوده است، ولی برخی از مراجع میفرمایند که اگر کسی رجاءن، یعنی از باب امید و آرزو و هدفی ایره بخونه و متوقعی باشه که خدای تبارک و تعالی به این ثواب میده یا مشکلات گرفتار رو رفع بکنه، هیچ اشکالی نداره. بله یعنی میخواست بابا کرات دیده شده بله. و مجرب هم هست، بله. برخی ها تجربه کرده، قضیه رو تجربه کرده، بله. پس انسان اگر با امید و آرزوی این حدیث رو بخونه مشکلی نداره. خب و قسمت دومی سوالشان این بود که آیا حضرت زینب سلام الله علیها در جریان بوده؟ وقتی که شما اصل همین حدیث کسایی به همین شهرت که میبینی که سخنی از حضرت زینب سلام الله علیها نیست، وقتی منابع تاریخی دیگر هم میخوانی فقط از حضور پیامبر گرامی اسلام امیر مؤمنان علیه السلام فاطمه زهرا و حسنین است سخن به میان ما. اما ما بی اواخر یکی از برادر اهل سنت را سخنرانیش را گوش کردم که به شخصی است به نام دکتر احمد البسیلی الازهری، فعلا سخنرانیش در اینترنت موجود است. ایشان قائل بر ایست که یا حضرت زینب سلام الله علیها در زمانی بوده که تازه به دنیا آمده، یعنی در زمانی بوده که تازه به دنیا آمده بوده، مثلا چند روزگیش بوده، مثلا 7 روزگی خرد بوده، احساس خرد بوده، میگه یا نه حضرت زینب سلام الله علیها در بطن مادرش بوده و ماهای آخر به دنیا آمدنش.
بس خودش نتیجه میگیره. مگه پس بنابراین هر کدام از فرضها باشه، چی تازه به دنیا آمده باشه یا در بطن مادرش باشه و ماهای آخر حمل و به دنیا آمدنش باشه، مگه این قضیه را شاهدش بوده یا این قضیه را احساس کرده است؟ پس به نحوی از نظر ایشان است که حضرت زینب هم در این جریان چی داشته؟ حضور داشته. از زنان پیغمبر هم کسی یاد شده در جایی؟ باز اختلاف است که این در کجا اتفاق افتاده، این داستان در کجا اتفاق افتاده. معروف و مشهور است که میگه داستان در خانه ام سلمه اتفاق افتاده که همسر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و خیلی مورد احترام و تکریم پیامبر و ائمه هم بوده و هست. میگه جریان همین رقم اتفاق افتاد، پیامبر همه را زیر عبا جمع کرد. میگه ام سلمه، البته در برخی از روایات عایشه هم روایت شده، یا ام سلمه یا عایشه، میگه که من هم اجازه دخول دارم که زیر عبای یمانی یا اون عبا یا رضا یا کسا قرار بگیرم. میگه انت بخیر، تو آدم خوبی هستی، اما اینجا دیگه جای شما نیست، جای شما نیست. پس بنابراین هیچ کدام از زنان اهل زنان پیامبر در این اجتماع کوچک خانوادگی حضور نداشتن. اما پنج تن که گفته پنج شده تن پنج تن. و حضرت زینب با این تحلیلی که این برادر اهل سنت ما ارائه کرده. بسیار عالی. مثبت 93-78-56-10 بیننده محترم ما که سوال کردن، در محل و قریه ما معمولا خانم ها روزای چهارشنبه نذر و خیرات میتن که خاص همون روز چهارشنبه باید باشه، آیا ای روز معتبر است یا روز جمعه بهتره که نذر داره؟ حالا اگر کسی نذری کرده، صیغه ای خوانده که روز دوشنبه یا چهارشنبه یا پنجشنبه یا جمعه، او چیزی دیگر است، هیچ مشکل خاصی نداره. ولی در بین روزها سید روزها روز جمعه است. بله. عبادت، بندگی، کرنش، نماز، طاعت، هر چه این نذرات و خیراتی که انجام میدهند در روز جمعه چندین برابر میشه. پس اگر به روز خاص قید نزدن که فلان روز اتمن به این کار را انجام بتون، بهتر است که بعد از ظهر روز پنج شنبه یا روز جمعه این کار را انجام بتون. بله، فهمتن یوم الجمعه سید الایام. بله، سید و افضل عندالله من یوم الازها. بله. یوم الفطر، حتی گفتن روز عید است، از او عیده یک خیلی تستیز می آید. متوجه شدیم؟ بله بله. مثبت 93-77-67-20 بیننده عزیز ما سوال کردن، آیا خوردن شیر زن توسط شوهرش جواز دارد یا نه؟ ممکنه این سوال خلق شود که خوردن شیر ممکنه محرمیت بیاره دیگه. محرمیت آوردن خوردن کسی که محرم شیر هست؟ بله، محرم هست. این زیر دو سالگی اتفاق میفته، یعنی در بالاتر از دو سالگی هر کسی 50 روز از پستان یک خانم شیر بخوره، بحث محرمیت پیش نمیاد. یعنی در فقه ما رضاع کبیر نداریم که به اصطلاح شخص بزرگ بعد از دو سال شیر بخوره از یک جایی از پستان کسی و او به اون محرم شد. پس جریان محرم شدن و فلان ظرفا اصلا نیست. و بحث ممکنه برای نجاستش باشه، یا نجس هم نیست شیر. ولی حضرت و بسیاری از فقها هم گفتن مشکلی نداره، یعنی استفاده کردن مرد از شیر همسر خودش، یعنی مشکل خاصی نداره، این حرام نیست. ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی بفرمایند بنابر احتیاط واجب این کار را انجام نده. بسیار عالی. مثبت 93-79-52-94 سوال چون است که من دختری را دوست دارم و بارها هم آن را از پدرش خواستگاری کردم، ولی به بهانه های واهی جواب رد داده، آیا ما می توانیم بدون اذن پدرش عقد کنیم؟ بدون اذن پدر عقد که جایز نیست، ولی نکته امور که میگن زور شله را دیگه بخار نداره، شله شون. بله. ریش سفید و موی سفید و قریدار و ملا و کسای دیگر را ببرن. اگر که باز با همه از این حرفا و اینا هم کف هم بودن، یعنی هم دیگر هم دوست داشتن، دختر پسر را دوست داره، پسر دختر را دوست داره و از هر نظر هم به اصطلاح در کف هم دیگر، یعنی هم تراز هم دیگر هستن، ولی پدر به بهانه های واهی از جمله مثلا فقیر بودن طرف، از جمله ای که مثلا از سطح ما نیست، در حالی که ممکن است سطح زنان باشه، به هر بهانه پدر مانی ازدواج از میشه. از کدام مردم است؟ بله، از کدام مردم است؟ از کدام جایی است که هست؟ متاسفانه بله. در جامعه ما به جایی از این که تلاش کنیم برای این که دو نفر و دو جوان به همدیگر برسانیم، به بهانه های مختلف که خود شما شرف حضور دارید و بینندگان ما در جریان هستن، سعی بر ایست که این اتفاقا نیفته و همچنان عذب و مجرد بمانه که گناهش متاسفانه به گردن جامعه، مادر و کسایی که
باعث میشن این دو جوان به هم دیگر نرسه، گناهش قطعا یعنی قسمتی از گناه ها به گردن اونا هم هست، اگر که خود از اونا گناهی انجام بدن که دیگه اون چیزی دیگر است. بنابراین اگر هر کاری کرد نشد، آخرین تیر ترکش ایست که آخرین مراجعه کنه با حاکم شهر، و وقتی این کار را کرد اجازه پدر ملغا میشه. یعنی اجازه پدر که ان لم یکن شیئا مذکورا، هیچ ولی اینطوری نمیشه، فقط بتونه راضی کنه حاکم شهر، بله به حاکم شهر مراجعه کنه، دلیلش دلیل دختر و پسر عریضه خودش به حاکم شهر برسونه که وضعیت از این قراره، کیفیت از این قراره، چندین مرتبه خواستگاری شده، ما هم دیگر دوست داریم و و و الی ماشاءالله همین داستانایی که بوده همه رو به حاکم شهر ارجاع بده و حاکم شهر در اونجا اجازه میده که این دختر و پسر به عقد هم دیگر در بیاین. اما از پیش خودشان نمیتونن عقد کنن، پیش مای مولا یک مولای دیگه جای دیگه برن بگه خب پدر از این خودگه اجازه نمیده، ما هم دیگر رو دوست داریم، بنابراین شما یک صیغه بخونو که ما با هم دیگر چی شویم، محرم شویم. نه، حتما باید اجازه حاکم شهر باشه، و وقتی اجازه حاکم شهر آمد دیگه و اجازه پدر در اینجا هیچ لازم نداره. بله، یک سخنی هم استاد داشته باشین با بعضی از پدر مادران، متاسفانه همین رقم هستشون زیاد هم هستن که دیده میشه، حالا شاید دلایل واهی هم داشته باشن و منجر شده به این که متاسفانه دختر و بچه گریختن، خب هم خودشان هم نامشان بد کردن، آینده خود خراب کردن. با همین پدر مادر هم اگه یک توصیه داشته باشن. ببینید جناب سیدی بزرگوار، دوره خیلی فرق کرده از 40 سال پیش 50 سال پیش تا حال، دوره چیه فرق کرده. در قدیم الایام گپا و داستانا خیلی کمتر بود و هر کرا پدر میخواست، هر کسی مادر میخواست دختر با او ازدواج میکرد، با پسر با او ازدواج میکرد. اما الان با توجه به ارتباطات، با توجه به شناخت ها و با توجه به عوض شدن سلائق، عوض شدن شیوه زندگی ها، شهری شدن و الان ماشاءالله مهاجرت از این کشور به این کشور، بنابراین و ما روایت هم داریم که انسان فرزندان خودش را سعی کنه برای همون دوره‌ای که هست تربیت کنه، نه برای دوره‌ای که خودشان در اون دوره جه و سر می‌بردن. بنابراین بهترین کار است که در این وقتی که خواستگار میایه، ما روایت هم داریم میگه اگر شما خواستگاری آمد و از دینش راضی بودی، حتما باید این کار را انجام بدی. که اگر شما خواستگاری آمد، شما از دینش راضی بدی، یعنی بچه خوب بود، اهل نماز بود، اهل خدا و پیغمبر بود و گناه معصیت نبود، و شما این را رد کردی، دست رد به سینه ازی زدی، منتظر عذاب. و عذاب نه ای که مثلا سنگ بر سر ما بیاید، خب ممکنه در چهره ها و در مصداق های مختلف عذاب برای ما نازل شد، مگه منتظر عذاب باشه انسان؟ یعنی دیگه شما به بهانه نداشتن پول، به بهانه نداشتن امکانات، به بهانه نداشتن چیزهای دیگه، خب چی بگیم دیگه؟ وقتی پیغمبر، وقتی ائمه معصومین خیلی میفرمایید شما وقتی یک شخصی اومد به خواستگاری دختر شما که از دینش راضی بودی، فعلا که از دینش سوال نمیکنن، اول از امکانات، از پول و پیسه سوال میکنن، پس اگر راضی به دینش بودی این کار را صورت بده، که اگر صورت ندادی منتظر عواقب شوم رد کردن این خواستگار با دین و دیانت باش. بله واقعا وقتی که ملاک های ازدواج رعایت نشه، خب مشکلات پیش میاریه. من یک نفر میشناسم، من خودم همین رقم مشکل قومیتی هم داشتن با هم، ولی خب دختر و بچه هم دیگر میخواستن و آخر هم سرزوری کردن و ازدواج کردن، علی رغم که خیلی مخالف بودن، ولی الحمدلله خیلی زندگی خوب و الان فرزندی هم خودم و به نکته خوب اشاره کرده جناب حسینی، ممکنه که احمد و محمود 20 سال پیش جنگ کرده باشه و کینه همدیگر به دل داشته باشه، حالا دختر و پسر عظیمی دو نفر میخوای با همدیگر ازدواج کنه، خب 30 سال پیش 20 سال پیش او کینه، همه کینه، او مسلمان، مسلمان گفته بیش از 3 روز نباید کینه به دل خونه نگهداری، بیش از 3 روز 20 سال 30 سال کینه را انسان بیرقمی با خودش بیاره، این رای خداست. این واقعا میشه به این کسی گفت مسلمان و شیعه و پیروی مولا علی علیه السلام 3 روز گفته اگر کسی کینه را به دل بگیره از ما نیست، بنابراین کینه 20 ساله، بله او 20 ساله میشه که پدر ما را یک کاری، بله ما دیگه دختر با او نمیدیم، باید فراموش شوه اینها. دو نفر هم دیگر دوست دارن و انشالله زیر یک سقف جمع شوند و انشالله فرزندان خوبه تحویل جامعه بدن. بسیار عالی. مثبت 93-77 چهار نمبر آخر 10-32 سوال کردن که من در رمضان سال گذشته متاسفانه چندین روز روزه خود را به صورت عمد
خوردم، تکلیف من چیست؟ تکلیفش که دو حالت بیشتر نداره، چون فرض سوم که فعلا اصلا نیست که بنده آزاد کردن، برای هر روزی که روزه نگرفته باید یک بنده آزاد کنه که فعلا اصلا نیست. دو فرض دیگه بیشتر نمیمونه. فرض اولیش کیست که برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره که 30 روزش باید پشت سر هم دیگر باشه. حالا اون 30 روز دیگهش اشکالی نداره، مثلا اگر که یکی دو روز در میان، دو روز در میان گرفت، 30 روزش باید پشت سر هم دیگر باشه. این هم که خیلی فرض سختی است برای کسی که یک روز دو روز نتونسته روزه بگیره، برای هر روز 30 روز بخوای روزه بگیره خیلی قضیه سخت میشه. راه دومیش است که برای هر روز که روزه نگرفته به اصطلاح 60 فقیر را طعام بده، به هر فقیر 750 گرم طعام، نان ممکنه باشه، مکرونی ممکنه باشه، برنج ممکنه باشه، خرما ممکنه باشه، کشمش ممکنه باشه و از همه سهل در دسترس نانه. برای هر نفر 750 گرم نان بده، یعنی 60 دانه 750 گرم، حدود 45 کیلو تقریبا حساب کردیم 45 کیلو میشه. 45 کیلو برای یک روز دیگه. بله 45 کیلو برای یک روز. بس انشالله که دو کار در اونجا نرسه. خب استاد محترم، بازم به اتفاق شما و بینندگان عزیزمون سر میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشالله در قسمت نهایی برنامه امشب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما خوبان با برنامه به وقت بیداری. مهمان لحظات شما عزیزان هستیم و در محضر سرور عزیزمان هستیم، آقای استاد رسولی. استاد، یکی از بینندگان محترمان به نمبر مثبت 9378 4 نمبر آخر 5232 مهربانی کردن و برای ما دو سوال ویسی روان کردن. ما خیلی خوش میشیم که به هر حال حتی شاید سخت باشه یا بعضی شاید سواد تایپ نداشته باشن، خب صدای نازنینشون ما میشنویم اینجا و واقعا دلگرم میشیم که مهربانی میکنن سوالشون رو. من یه سوال عزیز من پخش میکنم که انشالله جواب شه بشنوید شما. سلام علیکم خدمت کارمندان هادی تیوی و آجاغا. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. سوال داشتم، من خیلی وقتا سوال میکنم نماز 4 رکعتی رو گای در 2 رکعتی گای در 3 رکعتی تکبیر میکنم، آیا در این باره وظیفه من شده سهو است یا نماز خود رو از سر باید نماز خود رو بشکنم از سر بخونم؟ و سلام علیکم و رحمت الله. بله سوال شانی که در نماز 4 رکعتی بله یا در رکعت سوم سلام داده، رکعت دوم سلام داده. خب خیلی خوشحال شدیم استاد عزیز بزرگوار. برای سوال دیگه شون بعد از جواب خدمتتون هستم، مشکل نداره. و اما اگر که شخصی در رکعت دوم یا در رکعت سوم سلام های نماز گفت ولی هنوز روی از قبله بر نگردانده یا یک کاری نکرده که نماز چی شوه؟ باطل شوه. دیگه از روی قبله گرداندن و صدا زدن و یا خسته باشه، همین رقم گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر. اول یک دفعه متوجه شد که رکعت دوم است یا رکعت چندم است، رکعت سوم است. هیچ تشویش نکنه، هیچ خودش مشکل برش نیست، همونجا بالا شوه. اگر رکعت دوم بوده دو رکعت دیگه بخونه، اگر رکعت سوم بوده یک رکعت دیگه بخونه و نماز خودش رو تمام کنه. بعد از نماز دو سجده سهو داره، نماز پس نباید به هم بزنیم. دو سجده سهو داره. سجده سهو هم که انسان به نیت سجده سهو سر خودش میذاره و روی یک چیزی که سجده بر او صحیحه که مهر و خاک و سنگ و چیزهای دیگه. هیچ ذکر واجب نیست که انسان ذکر بکنه، ولی بهتر است گفتم که بگویه که
بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. هیچی هم نگفت مشکلی نداره. امی ذکر سجده هم بگوی گپی نیست. یک صلوات هم بگوی مشکلی نیست. بالا میشه دوباره میره به سجده و همو ذکر تکرار میکنه یا دلش ذکر مثلا نمیگه. میشینه تشهد میگه و سلام نمازه. نمازش کاملا درسته. اما اگر که زمانی متوجه شد که روی از قبله گردانده و طرف شکر زده خود دیگه نمازش معطل است دیگه. باید نماز دوباره از سر، حالا هر نمازی بوده دوباره باید نماز بخونه. نیت هم نیاز هستش که نیتی هم زکر. نیت هم رقمی نیاز که بگی دو سجده سهو میخوانم قربت الله برای مثلا سلام بی جای. نه نه، همونی که به دل خودش انسان بگردانه که برای چی است کافیه. بسیار عالی. و ما سال دوم بزرگوارم خدمتان پخش کنه. سوال دیگر، آیا شیفل طفل شیرخواره استفراغ کنه استفراغ کنه نجیس هست یا خیر؟ آیا استفراغ طفل شیرخواره نجس است؟ بله، خب سوالش هم بیشتر همین رقم خلق است دیگه. ما بالای شما استفراغ نمیکنیم، شما بالای ما استفراغ نمیکنیم، کسی دیگه بالای کسی دیگه استفراغ نمیکنه. معمولا یک کودک است که در بغل مادر است که دیدین دیگه بعضی وقتا یک آروغ میزنه و شیر بعد رقم خورده و شیر بالا میاره. استفراغ از هر کس که میخوای باشه، از طفل شیرخواره باشه، از ما باشه، از شما باشه، از احمد محمود، در هر کسی دیگه ای که میخوای باشه، تا زمانی که خون همراهش نباشه نجس نیست. میخوای به لباس ما باشه، لباس کسی دیگه باشه، لباس مادرش باشه، بنابراین استفراغ یا همون قی کردنی که ما میگیم این هیچ کدام نجاستی نداره. از این جهت خاطرشان چی باشه؟ جمع باشه. سر اگر در حیات نماز باشه کسی، مثلا بدخوری کرده، چیز فاسد خورده، در حالت نمازم می حالت پیش میاد. اگر در حالت نمازم کسی استفراغ کنه مشکل نداره، یعنی هیچ مشکل نداره. حتی که اگر که متوجه نبود و پس داد یک مقدارشه، دیدین دیگه یک دستمال چیزی ممکن نیستشون باشه استفراغ کنه. و حتی چون خوردن و آشامیدن در نماز جزء باطل کننده های نمازه، ولی حواسش نبود، بالاخره هم یک مقدار زیر پس دوباره داد، بازم هیچ مشکلی نداره. نه. نماز را باطل نمیکنه، مگر که دیگه داد و قال و سر و صدا شه و خلاص آخ و اوخ شه و سرفه شه و حالت نماز به هم بخوره، حالت نماز به هم بخوره. از این جهت پس خود استفراغ کردن نماز را باطل نمیکنه. بله، بسیار تشکر میکنم استاد محترم از شما و همچنین تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودین. ای گل انتظار، یا مهدی تازه تر از بهار، یا مهدی جمعه های ما چقدر طولانی است بی تو با انتظار، یا مهدی کاش می شد شود همین جمعه جمعه وصل یار، یا مهدی اللهم عجل ولیک الفرج. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.